جشن و جولان شبه نظامیان وابسته به ایران بیرون سفارت آمریکا در بغداد. در 60 دقیقه می‌پرسیم آیا شبه نظامیان معترض به دنبال افزایش تنش با آمریکا هستند یا فقط می‌خواهند از واشنگتن زهر چشم بگیرند. این سوالمان از یک دیپلمات پیشین و یک تحلیلگر جهان عرب است و خبرنگارمان در آمریکا از آخرین ها به ما می‌گوید. همچنین در برنامه امشب آمریکا میگوید اگر ایران رفتارش را تغییر ندهد در سال آینده میلادی تحریم‌های بیشتری در انتظارش است. ایران باید منتظر کدام تحریم‌ها باشد و اقتصاد ایران تا کجا دوام می‌آورد؟ این را از یک کارشناس تحریم در واشنگتن و یک تحلیلگر اقتصادی در تهران می‌پرسیم. آلودگی هوای کابل در وضعیت خطرناک. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در یک هفته بیش از 6000 نفر به خاطر عوارض آلودگی هوا به بیمارستان مراجعه کردند. و مدیر فراری نیسان از لبنان سر درآورد. کارلوس قوسن که قرار بود در ژاپن به خاطر فساد مالی محاکمه شود، گفته از بی‌عدالتی و اتهام‌های سیاسی گریخته. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. شعار آشنای مرگ بر آمریکا امروز در بغداد به گوش می‌رسید. در حمله نیروهای نزدیک به ایران به سفارت آمریکا در پایتخت عراق، تظاهرات کنندگانی که روی دیوار سفارت آمریکا در مدح قاسم سلیمانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نوشتند، ابایی از ابراز وابستگیشان به ایران ندارند. شاید به همین دلیل بود که دونالد ترامپ در واکنش ایران را مسئول این حمله دانست. در چند روز گذشته در پی حمله نیروهای کتائب حزب الله عراق که به کشته شدن یک آمریکایی منجر شد و حمله متقابل آمریکا که جان دست کم 25 نفر را گرفت، بسیاری نگران بالا گرفتن تنش بین ایران و آمریکا هستند، این بار در خاک عراق. اما هدف از حمله به سفارت آمریکا چه بود؟ زهر چشم گرفتن از آمریکا یا بالا بردن سطح تنش با هدف وادار کردن آمریکا به واکنش؟ بیشتر در این باره گفتگو می‌کنیم. اول گزارشی ببینیم از مهداد فرهمند. تظاهر کنندگان در حال گذر از پل معلق، یکی از دو پل منتهی به منطقه سبز. گذر از این پل‌ها همیشه خط قرمز و برای تظاهر کنندگان ممنوع بوده، اما از معترضان با آمریکا هیچ گونه جلوگیری برای عبور از پل و رسیدن به سفارت نشد. سران هشت شعبی هم میان تظاهر کنندگان بودند. قیس خزعلی، ابو مهدی مهندس و هادی عامری. یاسین یاسری وزیر کشور عراق هم در محل حاضر بود. گرچه حضور او به عنوان بلندپایه‌ترین مسئول امنیتی بود، اما تعبیر به همراهی با معترضان نیز شد. وقتی پلیس با تظاهر کنندگان درگیر شد تا به سفارتخانه حمله نکنند، مسئولان هشت شعبی از تظاهر کنندگان خواستند پراکنده شوند. گفتند پیاممان رسید، بس است. نماز جماعتی خواندند و بیشترشان رفتند. اعتراض به آمریکا محدود به بغداد نبود. در جنوب، در بصره نیز تظاهر کنندگان به خیابان‌ها ریختند. همچنین اینجا در کرکوک. پیش از تظاهرات، عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی هم با آمریکایی‌ها هشدار داده بود که وضع بدتر خواهد شد. ذکر السيد الوزير ان الولايات المتحده ستقوم بهجوم. هشدار دادن که تا چند ساعت دیگه به پایگاه حزب الله حمله می‌کنه. من گفتم این کار خطرناکی و اوضاع رو بدتر می‌کنه. بهترین در این باره با هم مشورت کنیم. گفتم که در تحقیقات ما هنوز مشخص نشده کی به مقر شما حمله کرده. بذارین اول به نتیجه برسیم، بعدش تصمیم بگیریم که چه کار کنیم. گفتن که نه، ما تصمیم خودمون رو گرفتیم. من هم به دستگاه‌های امنیتی و هشت شعبی خبر دادم که آمریکایی‌ها قراره حمله کنن. عادل عبدالمهدی کشته شدگان حمله آمریکا به پایگاه حزب الله عراق را شهید خطاب و سه روز عزای عمومی اعلام کرده. دونالد ترامپ البته ایران را پشت همه اینها می‌بیند. خطاب به دولت عراق هم لحنی آمرانه دارد.
ایران یک پیمانکار آمریکایی را کش و عده‌ای را زخمی کرد. ما با قدرت واکنش نشان دادیم. همیشه این کار را خواهیم کرد. حالا ایران حمله به سفارت آمریکا در بغداد را سازماندهی می‌کند. آنها را همه جانبه مقصر می‌دانیم. علاوه بر آن از عراق انتظار داریم برای حفاظت از سفارت از نیروهایش استفاده کند. به شما گفتیم. با فرارسیدن شب همچنان شماری از تظاهرکنندگان کنار سفارتخانه آمریکا مانده اند. از آن سو آمریکا هم می‌خواهد نشان دهد که محکم ایستاده. سفیر گفته که به خاطر تظاهرکنندگان از سفارتخانه خارج نشده بوده. اکنون هم می‌خواهد به محل کارش بازگردد. دولت آمریکا از دولت عراق خواسته امنیت سفارتخانه را تأمین کند. مرتضی فرهمند، بی بی سی. برای بررسی بیشتر این موضوع خبرنگارمان بهمن کلباسی از نیویورک به ما پیوسته. مهداد خانساری تحلیلگر دنیای عرب اینجا در استودیو و یوسف عزیزی بنی طرف روزنامه‌نگار و کارشناس روابط ایران و دنیای عرب به ما پیوستند. بهمن با تو شروع بکنیم. واکنش‌های زیادی از آمریکا داشته ادامه این اعتراض‌ها، از واکنش‌ها بگو. اون کسانی که با سیاست فشار حداکثری موافقند، سناتورهای جمهوری خواه، به خصوص اونایی که در سیاست خارجه صاحب نظر هستند، هم از آقای ترامپ تعریف و تمجید کردند به خاطر اینکه میگویند او سفت وایساده، پاسخ محکمی داده به ایران، هم در حمله‌ای که کرده به دستورش داد به گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران، و هم اینجا در شبکه اجتماعی توییتر امروز دو بار نوشت که اولا اینها صحنه‌گردانی همش با ایران بوده، همچون که در گزارش هم آمد، و اینکه باید منتظر هزینه‌های بیشتر باشه ایران به خاطر این حمله به سفارت. از جمله اینکه صحبت از این کرده که ما در پاسخ اون حمله به راکت پراکنی رو دادیم و در آینده هم همیشه هم خواهیم داد. و بعد هم یک قدم فراتر رفت و از مردم عراق خواست که به پا خیزند و در واقع از این فرصت استفاده کنند. گفت این فرصتی است که شما منتظرش بودید برای اینکه بتونید به کنترل و سیطره ایران در عراق پایان بدید. در نتیجه دو وجه داره عملا سیاست آقای ترامپ اینجا، همین که میگوید از نظر نظامی پاسخ خواهد داد، همین که تشویق میکند مردم عراق رو که علیه ایران مقاومت و مخالفت بکنند. ولی سناتورهای جمهوری خواه یک صحبت‌های دیگری هم کردن، از جمله اینکه ایران باید حواسش رو جمع بکنه به عنوان کشوری که آقای گراهام سناتور جمهوری خواه گفته من با آقای ترامپ دیدار کردم، و بعدم اشاره کرده به اینکه ایران به عنوان کشوری که وابستگی داره به پالایش نفت باید یه مقداری با حواسش رو بیشتر جمع کنه و با احتیاط حرکت کنه. از این تعبیرهای مختلفی از این حرف شده، ولی به هر حال به نظر میاد برای اونهایی که فشار حداکثری رو ازش حمایت میکنن، پاسخشون به افزایش تنش‌ها فشار بیشتره. در مقابل سناتورهای دموکرات و مشاورین آقای اوباما، مخصوصا اونهایی که در سیاست خارجی در رابطه با ایران دست داشتن، از خانم شرمن گرفته تا بن روز، اونها همه این رو نشانی از شکست کامل سیاست فشار حداکثری میدونن. میگن که نه تنها ایران و فعالیتش در منطقه کاهش پیدا نکرده، بلکه برعکس موجب افزایش تنش شده. نه این راکت پراکنی‌ها بود در زمانی که مذاکرات در جریان بود و به نتیجه رسید، و نه ما نگران سفارتمون و وضعیتمون و موقعیتمون در عراق بودیم. در نتیجه این رو هم نشانی از این میدونن که دولت آقای ترامپ و مجموعه سیاستش وضع رو بدتر کرده که بهتر نکرده. متشکرم بهمن کلباسی، خبرنگار ما از نیویورک. آقای خانساری، شما فکر می‌کنید که هدف حمله به سفارت آمریکا چیه؟ آیا به دنبال اینن که آمریکا رو مجبور بکنن واکنش نشون بده، یا اینکه صرفاً می‌خوان یک زهر چشمی بگیرن؟ خب به نظر من در درجه اول این یک فرصتی است که هم قد علم بکنن، بگن ما وجود داریم، ما هستیم. یعنی اینکه این عده اونجا جمع شدن، اونها اونقدر اهمیت ندارن که کسانی که اونها رو به اونجا هدایت کردن. از سوی دیگه یکی از انگیزه هایی که به نظر من برای ایران در عراق وجود داره، در ادامه این جنگ اعلان نشده ای که بین آمریکا و عراق، ایران در خاک عراق داره صورت میگیره، یک نوع تلافی جویی برای آتش زدن به کنسولگری ایران در نجفه که سه بار همونطور که میدونید به آتش کشیده شد، و خب مقامات ایرانی حمایت آمریکا و مثلا کشورهای مثل عربستان و سعودی، دخالت اونها رو در این نوع
عملکردها خب می‌بینن و خب این یک فرصتی است که بخوان نشون بدن که ما هم می‌تونیم این کار رو بکنیم. و گذشته از اون، ولی مهمتر از اون این که به نظر من نه ایران و نه آمریکا، ضمن اینی که حرف‌های شعارهای بلند بالا میدن و حرف‌های تند میزنن و دست به این نوع عملکردها علیه هم دیگه میزنن در این جنگ نیابتی که الان سال‌هاست ادامه داشته، ولی از سوی دیگه خواهان این نیستن که این تنش‌ها از دست خارج بشه و در اصل شرایطی رو ایجاد بکنه که ما وارد یک جنگ تمام عیار با هم دیگه بخوان بشن. و نباید فراموش کرد که تمام این اتفاقات، تمام این مسائلی که ما امروز داریم میبینیم در زمانی است که تلاش‌های بسیار زیادی هم داره از سوی دیگه صورت میگیره برای اینکه یک زمینه گفتگو بین ایران و آمریکا بتونه مهیا بشه سر اینکه احتمالاً به یک قرارداد تازه‌ای به جای برجام بتونن برسن. یعنی این مسئله پایان یافته نیست. پس طرفین ضمن اینی که شعار میدن و حرفای گنده گنده میزنن و همدیگر رو تهدید میکنن، از یک سو منافعشون ایجاب میکنه که به عناوینی هم عناوین مختلف بخوان سد راه برای اون نوع به اصطلاح مذاکرات هم در این شرایط کنونی نشن. آقای بنی‌تروب، شما فکر میکنید که هدف از این تظاهرات و حمله به سفارت آمریکا چیه؟ با سلام به شما و میهمان شما و بینندگان محترم، باید بگم که ایران در واقع پروسه میانجیگری میانش و ایالات متحده آمریکا ظاهرا موفق نشده. نه سفر آقای روحانی به ژاپن به نتیجه رسیده و نه سفر آقای ظریف به مسقط و عمان. در نتیجه ایران برای تحریک قضیه، برای امتیازگیری در مذاکرات آینده، اگر قرار مذاکراتی باشه با ایالات متحده آمریکا، به عوامل خودش در عراق که عوامل خیلی مشخص و خودشون هم اعلام میکنن که تابع و مقلد ولی فقیه هستند، دستور داده از طریق جنرال سلیمانی که این فشار را انجام بدن و این در واقع گرد همایی اطراف سفارت آمریکا در بغداد را انجام بدن. و البته ایران به نوعی خط قرمز، چیزی که مقید میکرد دو طرف ایرانی و آمریکایی را به ملاحظه موازنه قوا، این را هم زیر پا گذاشت و اون پیمانکار آمریکایی را در پایگاه آمریکایی‌ها کشت و این ظاهرا برای آمریکا گران تمام شده، چون میدونیم که آمریکا با همه حملاتی که علیه کشتی‌های تجاری و نفتی و حتی به شرکت آرامکو در سعودی هیچ گونه و حتی نسبت به سرنگونی اون پهپاد خودش هیچ گونه واکنشی نشون نداد، ولی اکنون نسبت به قتل یکی از شهروندانش این واکنش را نشون داد و اینها را به راکت بست، با بمب زد و 25 نفر 27 نفر از اعضای حزب الله عراق را کشت. در نتیجه به نظر میاد که این یک سری هدف ها را ایران دنبال میکنه، به اضافه هدف هایی که خود این نیروهایی که اکنون در اقلیت هستند، همین نیروهای حزب الله و اصحاب اهل حق و امثال اونها که اکنون در عراق اساسا در اقلیت هستند. صحیح. اکثریت مردم عراق واقعا با اینها مخالفند و خواستار اخراجشون از حاکمیت عراق هستند. آقای خانساری، به گفته
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک دیپلمات آمریکایی در دو ماه گذشته نیروهای نزدیک به ایران 11 بار به مواضع آمریکا حمله کردند که در آخرینش که هفته گذشته بود یک آمریکایی کشته شد و در واکنش دیدیم که از آمریکا حمله گسترده‌ای کرد به 5 نقطه و 25 نفر رو کشت. فکر می‌کنید که ادامه حمله به سفارت و ادامه تجمعی که همین لحظه هم کماکان ادامه داره آیا ممکنه دوباره آمریکا رو در یک نقطه‌ای قرار بده که ناچار بشه واکنش نشون بده یا اینکه به سیاست صبوری ادامه میده دوباره؟ خب این بستگی داره که اون اقداماتی که نهایتاً صورت میگیره تا چه اندازه‌ایه. اگر در این سطحی است که الان ما مشاهده میکنیم، من فکر نمی‌کنم که این نیازمند به این باشه که آمریکا بخواد یک عکس العمل شدید نشون بده. ولی اگر باز مثلا اتفاقی بیفته منجر به کشته شدن یک تعداد آمریکایی بشه، خب بدیهی است که اون صورت مسئله اون وقت به طور کلی تغییر پیدا میکنه. ولی مسئله اساسی اینه که یعنی در ادامه اون صحبتی هم که میهمان عزیزمون ایشون فرمودند که مسئله امید ایران و امید آمریکا برای اینی که به یک به اصطلاح مذاکره بین خودشون برای حل مسائل موجود برسن، به خصوص از سوی آقای ترامپ در آمریکا در یک دریچه کوچیکی که تا آغاز فعالیت‌های ریاست انتخاباتی بخواد آغاز بشه، یک فرصتی هست که یک دستاوردی نصیب او بشه و یک دستاورد اساسی نصیب ایران بشه، برای اینکه تا زمانی که مشکل ایران با آمریکا به یک نحوی به یک کمپرومایز نرسه، خب این وضعیت اقتصادی بدتر و بدتر میشه و هیچ راه چاره‌ای برای ایران نیست. امید برای این در شرایطی که ما الان هستیم به نظر من کاملا قطع نشده، علی‌رغم اینکه این میانجی‌ها اون توفیقی رو که می‌خواستن نداشتن. پس هر دو طرف علاقمندن که این ماجرا ضمن اینی که نباید از این به اصطلاح شدتی که هست بدتر بشه، تنش‌ها بیشتر بشن، ضمن یک فرصت دیگری هستش برای اینکه بخوان مسائلشون رو برای اینکه این نوع اختلافات رو کنترل بکنن، یک دلیل دیگه برای این هستش که بخوام به این مذاکرات نزدیک بشن. آقای بنی طروف، بسیاری معتقدند که اساساً اینکه این معترضان تونستن نزدیک بشن به دیوار بیرونی سفارت با توجه به اینکه منطقه سبز منطقه بسیار امنیتیه، نشون دهنده اینه که در یک مقطعی دست کم دولت عراق چراغ سبز زمینی نشون داده به این اعتراضات. جایگاه دولت عراق رو چه می‌بینید در این تنش؟ دقیقاً دولت عراق الان یک جسد نیمه مرده است در واقع، چون ما به خاطر داریم که بارها تظاهر کنندگان آزادی خواه در میدان تحریر کوشیدند از روی پلها به منطقه سبز وارد بشند، ولی هر بار چندین کشته بر جای گذاشتند و نتونستند وارد بشند. حتی حدود یک ماه پیش همین تظاهر کنندگان کوشیدند به سفارت ایران نزدیک بشن تا علیه دخالت‌های گسترده رژیم ایران در عراق اعتراض بکنند، و گرچه به سفارت ایران در منطقه سبز نیست، اما چند نفر کشته شدند و پای هیچ تظاهر کننده ای به نزدیک سفارت ایران در بغداد نرسید. در نتیجه به نظر میاد که این دولت موازی، دولتی که جنرال سلیمانی رهبریش را به عهده داره، تونسته در میان نیروهای امنیتی، در وزارت کشور، در جای جای دولت به اصطلاح عراق نفوذ بکنه، و این باعث خشم تظاهر کنندگان عراقی هست. همین تظاهر کنندگان امروز اعلام کردند که ما هیچ نسبتی با محاصره کنندگان سفارت آمریکا در بغداد نداریم و ما به اعتراضات خودمون نه تنها در بغداد بلکه در سایر شهرهای عراق ادامه خواهیم داد. در نتیجه به نظر میاد که ایران در واقع با استفاده از ابزارهای
فشار خودش و نفوذی که توسط همین نیروها داره سعی میکنه که به دستاوردهایی همون گونه که گفتم در هر گونه در واقع داد و ستدی در آینده با ایالات متحده آمریکا برسه. ولی آمریکا با توجه به اقتصاد سختی که اقتصاد معیشتی و معیشت سختی که در مردم ایران باش گرفتارند و همین در واقع دشواری های اقتصادی که گلوی رژیم ایران را داره فشار میده، در واقع خونسرتر، صبورتر، کارت خیلی مهمی را در دست داره و به این زودی ها به ایران امتیاز نخواهد داد به نظر من. متشکرم از هر دوی شما، مهداد خانساری تحلیلگر دنیای عرب در استودیو و یوسف عزیزی بنی طرف، روزنامه‌نگار، نویسنده و کارشناس روابط ایران و دنیای عرب با ما. اضافه کنم که دقایق پیش خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر خارجه ایران تکذیب کرد دست داشتن در اعتراضات امروز بغداد و حمله به سفارت آمریکا رو تکرار می‌کنم. به گفته خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه ایران اتهام حمایت و دست داشتن در حمله به سفارت آمریکا رو تکذیب کرده. آمریکا میگوید در سال آینده میلادی تحریم‌ها علیه ایران را افزایش خواهد داد. برایان هوک نماینده آمریکا در امور ایران گفته که تحریم‌های آمریکا جمهوری اسلامی را با بدترین بحران اقتصادی تاریخ 40 ساله‌اش روبرو کرده. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته که تحریم‌ها 200 میلیارد دلار از درآمد ایران را کاهش داده. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. وعده تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه ایران. برایان هوک نماینده آمریکا در امور ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی بلومبرگ گفت تحریم‌های دولت آمریکا برای فشار حد اکثری بر حکومت ایران در سال آینده میلادی تشدید خواهد شد. الان جمهوری اسلامی با بدترین بحران اقتصادی 40 سال اخیرش روبروست و وقتی به سال پیش رو سال 2020 نگاه میکنیم، اگر ایران مثل یک کشور عادی رفتار نکنه با تحریم‌های خیلی بیشتری روبرو خواهد شد. ما بیشترین فشار رو علیه این رژیم در 40 سال اخیر اعمال کردیم. در رکود شدید اقتصادی هستند. حسن روحانی حرف‌های آقای هوک را به نوعی تصدیق کرد و گفت تحریم‌های آمریکا 200 میلیارد دلار از درآمد ایران را کاهش داده. ما روزهای مشکلی رو در دوران تحریم داشتیم و امروز در بدترین دوران تحریم رو داریم می‌گذرانیم. آمریکا در صدد است فروش نفت ایران را به صفر برساند. بعد از خروج آمریکا از برجام و لغو معافیت‌های نفتی، فروش نفت ایران از حدود 2,800,000 بشکه در روز به 200,000 بشکه رسیده. ما صادرات نفتشون را از بین بردیم. همه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران را از بین بردیم و ما به بالا بردن هزینه رژیم بابت رفتارهای غیرقانونی‌اش ادامه می‌دهیم. آمریکا 1,000 شهروند و نهاد ایرانی را تحت تحریم قرار داده، از وزرای ایران گرفته تا تمام سپاه پاسداران. آقای روحانی میگوید فشار حداکثری آمریکا نمیتواند ایران را پای میز مذاکره بیاورد. بدخواهان ما و دشمنان ما متوجه شدند که با فشار حداکثری ما رو نمیتونن وادار به تسلیم بکنن. همه هدف این بوده که ما بریم سر میز مذاکره‌ای که هرچه اونا گفتند ما قبول کنیم. رئیس جمهوری ایران که مهمترین دستاوردش توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی بود، حالا با خروج یک طرفه آمریکا از برجام و ناتوانی اروپا در کمک به ایران، دست یاری به سمت قدرت‌های شرقی دراز کرده. پس از برگزاری رزمایش دریایی مشترک با روسیه و چین در دریای عمان، حالا محمد جواد ظریف به این دو کشور سفر کرده. باید دید مسکو و پکن زیر فشارهای آمریکا تا چه حد می‌توانند به کاهش فشارهای اقتصادی ایران کمک کنند. مردم ما به خوبی ایستادگی کردند و مقاومت کردند. البته رئیس جمهوری ایران میگوید مردم در برابر این فشارها مقاومت میکنند، در حالی که هنوز دو ماه از اعتراضهای گسترده علیه گرانی بنزین نگذشته، اعتراضهایی که به گفته عفو بین الملل دست کم 300 کشته به جا گذاشت و بنا به یک گزارش خبرگزاری رویترز دست کم 1500 کشته داشت. پرهام قبادی، بی بی سی.
برای بررسی بیشتر این موضوع محمد رضا سبزعلی پور تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران از تهران با ماست و از واشنگتن فرهاد علوی کارشناس حقوقی بانکی و مالی خوش آمدید به برنامه آقایون. آقای علوی دیگه چی مونده که آمریکا تحریم نکرده که الان میگه در سال آینده تحریم‌های بیشتری در انتظار ایران؟ ببینید با وجود اینکه کل ایران تحت تحریمه به نوعی هنوز آمریکا چندین گزینه خیلی قوی داره. اصولا این تحریم‌ها رو میتونیم تو سه بخش تقسیم کنیم. یه سری گروه‌های به اصطلاح اقتصادی مثلا زمینه‌های مثلا صنعت‌های مختلف که هنوز از اونم باز گروه‌های مثلا صنعت پیمانکاری و مهندسی مثلا مونده مثلا یا خود اشخاص حقیقی مانند همین وزرا و اشخاص ارشد جمهوری اسلامی که تحت این لیست در این یک سال رفتن و احتمال داره که اینم بیشتر کنه و نهادهای مختلف. یکی از نکاتی که به ذهن من میاد به اصطلاح اون معافیتی که الان در دوران آقای اوباما و در دوران آقای ترامپ اجرا شده واسه صدا و سیما که شاید با اینکه روش تحریم هست تحت یه معافیتی قرار گرفته که شاید اون معافیت رو مثلا بردارن. آسیب معناداری دیگه میتونه بزنه به اقتصاد ایران این نمونه هایی که شما اشاره کردین؟ قطعا میتونه. ببینید اولا که با توجه به تحریم هایی که رو به اصطلاح بخش های اقتصاد ایران میتونه وجود بیاد، خب همونجور که من همیشه تاکید کردم هم اون به اصطلاح اون بخش تحریم میشه هم اثرای خیلی به اصطلاح بزرگتر و چیزتری وسیع‌تری خواهد داشت. چرا؟ برای اینکه هر کدوم از این تحریم‌ها هر چقدر کوچک باشه باز یه ترسی و یه اثر روانی داره روی اشخاص بیرون از ایران که باز صرف نظر میکنن از فعالیت اقتصادی با ایران، حتی در زمینه‌هایی که باز میگم مجاز هستن. در مورد اشخاص حقیقی هم که خب اگر برم سراغ اشخاصی که یه رده پایین‌تر از اون در حد مثلا وزیر باشه و کارشناسای خیلی به اصطلاح عالی، این خودش میتونه باعث یه ریزشی هم در به اصطلاح گروه های مدیریتی نظام هم باشه. آقای سبزعلی پور شما فکر میکنید که تحریم هایی که آقای علوی بهش اشاره کردند آسیب آنچنانی دیگه میتونه بزنه به اقتصاد ایران؟ با نام یاد خدا بابا سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون. باید عرض بکنم که تحریم ها متاسفانه از چند دهه گذشته بر علیه ایران اعمال شده و ایران از ابتدای انقلاب تا به امروز داره با تحریم ها دست و پنجه نرم میکنه. البته خب تو این 10-15 سال گذشته مخصوصا در این سالهای اخیر خیلی بیشتر و شدیدتر شده و به حسابی جنگ اقتصادی شروع شده. ولی بس اینجاست که دیگه مگه تحریمی هم مونده که آمریکا میخواد بر علیه ایران اعمال بکنه؟ هرچی تحریم و هرچی در آستین داشته برای ایران رو کرده. و بحث دیگه این استش که متاسفانه به جای اینی که اگر آمریکا با نظام ایران یا دولت ایران مشکل داره و مشکلش رو با دولت و نظام ایران حل کنه، با تحریم‌ها بیشتر داره مردم رو هدف قرار میده و مردم رو تحت فشار قرار میده که این یکی از بدترین جنگ‌هایی است که آمریکا بر علیه مردم ایران آغاز کرده. حالا از دارو بگیر نمیدونم مسائل دیگه شما بگیرید که ملت رو داره تحت فشار میذاره. حالا بعضیا میگن که نه دارو جز این قضایا نیست و آزاده. ولی اگر آقای روحانی هم شما توی گزارشتون گفتید که گفته های آقای برایان هوک رو تایید کرده، من میخوام عرض بکنم خدمتتون که آقای روحانی البته میخواست به این اشاره بکنه که برخی از سوء مدیریت ها و سیاست های غلط خود دولت باعث شده که یک سری از درآمدهای دولت کاهش پیدا بکنه و بدتر از تحریم ها باشه. یعنی ما خودمون هم یه سری خود تحریمی داریم به دلیل یک سری عملکردهای نادرستی که در داخل داریم. اما در ارتباط با اعتراض آبان ماه که شما باز هم در گزارشتون داشتین، باید عرض بکنم بارها البته این صحبت شده و تکرار مکرراته ولی بهتره که اینجا باز گفته بشه، اینی که در ارتباط با بنزین و قیمت بنزین مردم اعتراض نکردن. مردم یک سری مشکلات روی هم انباشته شده بود که بنزین بهانه ای شد برای این. یعنی در اصل مردم به سیاست های غلط و عملکرد غلط دولت اعتراض کردن. برخی از شعارها را اگر ملاحظه می کردید همین بود،
بعد از اون نحوه صحبت رئیس جمهور، نحوه خنده، نحوه ریشخنده آقای علیپور، متوجه منظورتون شدم. اجازه بدید نظر آقای علوی رو بشنویم. آقای علوی، فکر می‌کنید که مشکل ضعف مدیریتی عده‌ای از سیاستمداران در ایرانه یا اساساً نظام ایدئولوژیک ایران؟ ببینید، تحریم که جای خود اثر داره، تا زمانی که این ایدئولوژی موجود باشه تحریم هم هی افزایش پیدا میکنه. ولی همونطور که ایشون عرض فرمودند، کلن مدیریت و سبک مدیریت جمهوری اسلامی کلن میشه گفت به نوعی مکمل تحریم هاست. یعنی در واقع اون سوراخ‌هایی هم که به سر آمریکا هم گفتیم، دارو، مواد غذایی، خود جمهوری اسلامی بسته با مقررات زیادی از حد یا فساد یا سوی مدیریت. در نتیجه این یه مخلوط خیلی خطرناکیه که کلا واسه اقتصاد ایران قطعا فلج کننده است. یعنی در واقع خود تحریما میتونن این کارو بکنن، ولی سوی مدیریت ایران هم در داخل ایران هم باز اینو کمک میکنه به نوعی. آقای سبزعلی پور، بسیاری از سیاستمداران در ایران معتقدند که عدم تصویب FATF ممکنه وضعیت اقتصادی رو بدتر بکنه، اما می‌بینیم که عده‌ای از اصولگرایان و مجمع تشخیص مصلحت پافشاری می‌کنند که تصویب نشه. فکر می‌کنید که چرا هیچ کس نگران وضعیت اقتصاد آینده ایران نیست؟ ببینید، من اعتقادم بر این هستش که ما باید دیر یا زود به تمام اون کنوانسیون ها یا سازمان های مختلفی که به هر صورت وجود دارن بپیوندیم. منتها هر چیزی در زمان خودش. ایران یک کشور مهم و کشور بزرگی است و مردمش مردم بزرگی هستند و نباید در دنیا منزوی بشن و بایستی در همه جا حضور داشته. منتها این مراتب باید ببینیم که آیا زمان این قضیه رسیده. ما الان با توجه به حالا سیاست های غلط و همچنین تحریم هایی که دیگه تا به اینجا اعمال شده بر علیه ایران و اقتصاد رو همه جانبه هدف قرار داده، معاملات آنچنانی الان انجام نخواهد شد به صورت شفاف، سویفت بسته، همه چی که بخواد، وجود FATF ما رو در این زمینه فعلا در حال حاضر کمک بکنه. من کاری به این ندارم که یک سری از دوستان اگر به صورت جناحی دارن راجع به این قضیه صحبت میکنن یا اینکه درگیری های شخصی یا حزبی و مسائل اینچنینی رو وارد این مسائل میکنن، ولی اگر واقع بینانه بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، خداییش برجام یک سری از مسائل رو میتونست حل بکنه، ولی اون زمانی هم که برجام درست شد و امضا شد، ما نتونستیم ازش، یعنی دولت ما نتونست به خوبی ازش بهره برداری بکنه. الان هم FATF تصویب یا عدم تصویبش در این مقطع از زمان، به عرض بنده توجه بکنید، در این مقطع از زمان نمیتونه هیچ گونه تأثیر مثبت یا منفی در ارتباط با برنامه‌های ما داشته باشه، مگر اینی که آمریکا خودش هم نسبت به اخلاق، رفتار و اون مسئله‌ای که در ارتباط با ایران استفاده میکنه، میگه ایران بایستی رفتارش رو عوض بکنه تا ما تحریم‌ها رو کم بکنیم. آمریکا هم بایستی رفتارش رو تغییر بده. دو طرفه باید باشه، هر دو طرف. ببین، وقتی هیزومی رو روشن میکنن، آتش دست دو طرف رو میسوزونه. الان از اون طرف آمریکا هم داره متضرر میشه، چون یک بازاری به بزرگی ایران رو از دست داده و نمیتونه وارد اینجا چه از نظر نفتی چه از نظر مسائل دیگه اقتصادی بشه. پس آمریکا هم بایستی رفتارش رو متعادل بکنه که ایران هم بتواند با همدیگه سر یک میز مذاکره بشینن، مشکلاتشون رو دور میز مذاکره به صورت دیپلماتیک حل و فصل کنن و این مسائل بره کنار. دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد، حالا یک سال، شش ماه، دو ماه یا ده سال دیگه. هر چه زودتر مقامات دو کشور و دولت دو کشور به این نتیجه برسن، این نشون دهنده اون عقل سلیم دو طرف خواهد. آقای علوی، شما هیچ نشانی از این که آمریکا بخواد تغییر رفتاری در رابطه با ایران داشته باشه میبینید؟ من فکر کنم در شرایط عادی سازی رفتار حکومت قطعا این آمریکا مقابله خواهد کرد و خب این قطعا اثر به اصطلاح ملحق شدن به FATF هم شاید افزایش بده طبیعتا، برای اینکه بالاخره هرچی کم تحریما کمتر بشه، کم رنگتر بشه، خب اثرات این چیزا خب قطعا بیشتر میشه. ولی در شرایط فعلی من دلیل نمیارم که آمریکا انگیزه ای داشته باشه که همچین کاری بکنه، مبادا من مگر اینکه به اصطلاح یه تغییر عمده ای در رفتار حکومت ما ببینیم.
آقای سبزعلی پور، حسن روحانی قبل از افزایش قیمت بنزین در یک سخنرانی گفتش که ایران سه راه حل داره، یا لغو تحریم ها که به هر حال این نیازمند تغییر سیاست خارجی ایرانه، یا افزایش مالیات یا افزایش قیمت بنزین و گزینه سوم رو به هر حال دولت انتخاب کرد. فکر میکنید که چرا نهادهای مذهبی، بسیاری از نهادهای وابسته به حکومت، مالیات پرداخت نمی کنند و کماکان در چنین وضعیتی که بحث جنگ اقتصادیه به گفته مقام های ایران، بودجه های بسیار کلان برای سال آینده باید برشون در نظر گرفته بشه؟ ببینید، اینی که بودجه براشون در نظر گرفته میشه، برای چه سازمان هایی دارن بودجه در نظر میگیرن، یک سری از این مسائل برمیگرده به خود دستگاه دولت، چون بودجه نویسی دست دولته. اگر واقعا نبایستی به کسی بودجه بدن، چرا دولت مقاومت نمیکنه؟ چرا دولت وامیده و این بودجه نویسی که داره انجام میشه میاد برای مثلا من علیپور بودجه در نظر میگیره، امسال زیادش میکنه، سال دیگه به هر سال فکر میکنید توانش رو داره که مقاومت کنه آقای علیپور؟ چون همین الان میدونیم که نمایندگان نزدیک به دولت اس ام اس های تهدیدآمیز دارن میگیرن که این بودجه رو به این شکل نباید تصویب کنن، برای اینکه بودجه بعضی از نهادها کمه درش. یک دونه از این اس ام اس هایی که تهدیدآمیز هست رو تصویرش رو نشون بدید ببینیم داخلش چی نوشته. تهدیدآمیز داریم تا تهدیدآمیز، من نمیدونم توی اون نوشته شده که فلانی دوستش براش نوشته که فلانی این رو رأی نده، یا اینکه نه بهش نوشتن اگر این کار رو بکنی سر از تنت جدا میکنیم. اینا دوتا با همدیگه خیلی فرق داره. ما میشنفیم فقط یه همچین چیزه، ولی هنوز چیزی به صورت مستند نمایش داده نشده. دولت امکانات داشت، دولت 20 میلیون نفر رأی بهش داده بودن، به اعتبار این 20 میلیون نفر میتوانست هر کاری رو انجام بده، ولی دولت آمد چه کار کرد؟ این 20 میلیون نفر رو، بخش اعظمش رو بی اعتماد کرد، طوری که اومدن تو آبان ما ریختن تو خیابون و به خاطر اینه که از دولت و سیاست‌های دولت ناراضی بودن. چرا دولت نمیتونه؟ چرا دولت رو اینقدر ضعیف و ذلیل داریم خطاب میکنیم که مگه دولت میتونه؟ آقا اگه نمیتونه برای چی اومدی؟ چرا اومدی سر کار و مشکلات رو توی این مملکت برای مردم زیر؟ مردم گرفتارن، مردم بیشتر از دولت دارن به حساب لطمه میخوره. البته تحریم ها ناگفته نماند، وقتی که مردم رو هدف قرار داده اونها هم فشار داره میاره، ولی بیشتر ما الان راههایی داریم که دولت میتونه از اونها استفاده بکنه. الان اینجا جاش نیست که مطرح بشه، راههایی رو داریم که اگر دولت از این راهها استفاده بکنه، به خدا قسم ظرف 6 ماه وضعیت مردم تا حدودی بهتر میشه، اقتصاد درست میشه. شما بیاید نگاه کنید ساخت و سازها رو نگاه بکنید، یک سری امکانات، کارخونه ها، اینها میتونه به یک پول در آوردن خدمت شما عرض کنم که سوداوری، اشتغال منجر بشه، ولی دولت همیشه سیاست های غلطی رو درست رفته به سمتش. من دولت رو در اینجا مقصر میدونم، اگرم بودجه داده اشتباه دولت کرده، بره جلوش رو بگیره، اگر نمیکنه داره دو دوزه بازی میکنه، هم به مردم میخواد اینجوری حرف بزن، هم اون طرف میخواد راضی نگه. متشکرم محمد رضا سبزعلی پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی، و فرهاد علوی، کارشناس حقوقی بانکی و مالی با ما. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید شورای امنیت کشور باید شما رو قربانیان اعتراضات آبان را اعلام کند، نه قوه قضاییه. غلام حسین اسماعیلی همچنین گفته که خانواده پویا بختیاری، یکی از این قربانیان، به دلیل اینکه امنیت کشور را تهدید کردند بازداشت شدند. در این بین عده‌ای از وکیل‌ها در ایران میگویند که قوانین در مورد چگونگی رسیدگی به وضعیت بازداشت شده‌ها به درستی رعایت نمی‌شود. مریم افشان گزارش می‌دهد. برابر مصوبه شورای امنیت کشور، شورای امنیت مسئول این موضوع حوادث بنزینی تعیین شده. مردم ریختن تو آگاهی. بیش از 40 روز از اعتراض‌های آبان ماه می‌گذرد و حالا سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید شورای امنیت کشور مسئول اعلام تعداد کشته شدگان است. شورایی به ریاست وزیر کشور و تحت بدنه دولت. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در وزارت کشور ایران که البته نامشان را فاش نکرده، تعداد کشته شدگان در جریان ناآرامی‌های آبان ماه را حدود 1500 نفر و آخرین گزارش عفو بین‌الملل تعداد کشته شدگان را دست کم 304 نفر اعلام کرده. اینها متخصص جعل خبر هستند در دنیا و اکاذیبی را اعلام می‌کنند. به هیچ عنوان مطالب منتشره از اونها و آمار ادعایی اون اعلامی از نهایی اونها با واقعیات انطباق ندارد. حکومت ایران تمام آمارهای نهادهای بین‌المللی را تکذیب می‌کند.
مقام های ایران مدام میگویند که به زودی تعداد دقیق کشته شدگان منتشر می شود. اما تا کنون هیچ مقام یا سازمانی مسئولیت انتشار تعداد کشته شدگان را به عهده نگرفته. مشکل دیگر تعداد بازداشت شدگان، شرایط نگهداری و محل نگهداری آنهاست. پیشتر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود 7000 نفر بازداشت شدند. حالا سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به تعداد بازداشت شدگان میگوید اکثر آنها آزاد شدند. از تعداد قابل توجهی از اونها رفع اتهام شده. نسبت به کسانی که دلایل کافی برای مجرمیت اونها بوده، دادسراها در استانهای دخیلی در این موضوع کیفرخواستهایی رو صادر کردن و در برخی از استانها تعدادی از دادگاه ها برگزار شده و دادگاه های دیگری هم انشالله به زودی برگزار خواهد شد. روزنامه شرق در سرمقاله امروز خود به قلم نعمت احمدی حقوقدان نگاهی کرده به اهمیت اعلام آمار بازداشتی ها و کشته شدگان. آقای احمدی می نویسد بر اساس ماده 49 قانون کیفری باید حد اکثر ظرف یک ساعت مشخصات افراد دستگیر شده به دادسرا اعلام شود و افراد خانواده باید بتوانند به سرعت از محل بازداشت فرد با خبر شوند. آقای احمدی گفته خانواده کشته شدگان و بازداشت شدگان حق و حقوق خود را دارند. او از مسئولان خواسته است تا حداقل با اعلام تعداد بازداشت شده ها و کشته شده ها نگذارند که روح جامعه آسیب ببیند. پویا بختیاری یکی از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه است. بیش از یک هفته پیش و در آستانه مراسم 40 او چند نفر از اعضای خانواده‌اش از جمله پدر و مادر و خواهرش را بازداشت کردند. هنوز خبری از این خانواده و وضعیت بازداشت آنها در دست نیست. تو این قصه ما کاری به این که اینها خانواده چه کسی هستند نداریم و در این قصه اون چی که اتفاق افتاد نقش ضد انقلاب، نقش بیگانگان و تهدیداتی که برای امنیت کشور اون منطقه به وجود آمده بود هم شورای تأمین استان به اتفاق نظر دادن که آقا این روند و اتفاقی که داره رخ میده یه اقدام علیه امنیت کشور هست. افرادی که بازداشت شده اند بر اساس قانون حقوقی دارند. خانواده کشته شدگان هم همینطور. از جمله میخواهند بدانند عامل و عامل قتل عزیزانشان چه کسی یا کسانی بودند. نهادهای حقوق بشری و حقوقدانان هم مدام به مسئولان و مجریان قانون یادآوری می‌کنند که به قوانین پایبند باشند و حقوق آنها را محترم بشمارند. مریم افشنگ، بی بی سی. و اما به گفته وزارت صحت افغانستان در یک هفته گذشته بیش از 8000 نفر به دلیل بیماری‌های تنفسی ناشی از آلودگی هوا به بیمارستان‌های کابل مراجعه کردند. دولت افغانستان برای مبارزه با آلودگی هوای کمیسیون تشکیل داده. پیش از برنامه گفتگویی داشتم با عبدالولی مدقق، کارشناس محیط زیست در کابل، و از او پرسیدم بزرگترین دلیل آلودگی هوای کابل چیست. چهره این روزهای کابل، آلودگی از سر و صورت شهر می بارد. این وضعیت دولت را دست و پاچه کرده. کمیسیون مبارزه با آلودگی هوا زیر نظر رئیس جمهوری دست به کار شده. آلودگی هوا در فصل زمستان در شهر کابل در اوقات معین به یک سطح بسیار بحرانی می رسد و ما میخواستیم با مردم امی آگاهی بدهیم که از صحت خود حفاظت کنند. کار به اینجا ختم نمی شود. وزارت داخله مامور شده منابع آلودگی را شناسایی و بسته کند. شهرت همه مالکین از این مراکز، این مکان ها را که یادآوری کردم به مقام محترم لوی سالانوالی پیشنهاد میشه که ممنون خروجی از ناس گرفته شود و بعدا مراجع قانونی عملی و قضایی سپرده میشه. زغال سنگ، سوخت ارزان و فراوان در افغانستان، رفیق فصل سرمایه بسیار خانوارها که بیشتر از منابع داخلی راهش را به این خانه ها باز میکند. زغال آتش بینه دیگه، این سبایی سبکی وقت آتش بینه تا صدای دوجر آتش است. زغال باز میکنه دیگه گل مونه، یک دفعه که آتش کده دیگه گل میشه، یکان دفعه اگه چاش ده کار شد که داغ مونه، اگه نشد باز بیگاه آتش بینه.
وضعیت آلودگی امسال وزارت صحت را غافلگیر کرده. برنامه ها راه به جای نبرده. حدود 8813 واقع در کل امراض مرتبط به امی آلودگی هوا ثبت شده که از جمله 17 نفر فوتی داریم. تراکم نفوس در پایتخت، خاکی بودن بیشتر کوچه ها و استفاده از مواد سوخت بی‌کیفیت از آلاینده های اصلی اند. در سالهای اخیر هزاران بلند منزل در کابل ساخته شده که بیشترشان از سیستم مرکزگرمی و سوخت زغال استفاده می کنند. شهروندان هم در نبود برق و گاز کافی چاره جز استفاده از مواد دودزا ندارند. با این وضع کار دولت برای مقابله با آلودگی هوا دشوار به نظر می رسد. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. مصاحبه می‌کنم. این گزارش روین رهنوش بود که دیدی. در همین رابطه گفتگویی داشتم با عبدالولی مدقق، کارشناس محیط زیست در کابل، که درباره بزرگترین دلیل آلودگی‌های کابل پرسیدم. بهترین نمادهای ماهیت بین‌المللی اقتصاد جهان در چند دهه اخیر. کارلوس خوز به نظر میاد که هنوز گفتگو آماده نیست. داریم تلاش می‌کنیم که گفتگوی صحیح رو پیدا بکنیم. نمیدونم آماده هست آیا؟ اتاق فرما به من میگن که آماده است. ببینیم این گفتگو. ما فکر میکنم که عامل اصلی آلودگی هوا در ولایت کابل یا کلان شهرهای دیگه افغانستان تراکم نفوس در یک محیط کوچک است. در کنار از این عامل دیگه که ما داریم در شهر کابل عدم آگاهی مردم از اضرار یا از تخریب محیط زیست یا تاثیرات آنها بالای زندگی روزمره انسان ها. در کنار از این وقت هوا سرد میشه، سوخت بیروی مواد فسیلی هر نوعی را که شما فکر میکنین، اینا عوامل بسیار عمده و جدی هستند که ما تا 4 سالهای گذشته به این مواجه هستیم و امسال هم مبرازی نیست. یکی از عللی که شما هم بهش اشاره کلی کردید سوختیه که مردم برای گرمایش استفاده میکنن، از جمله زغال سنگ. علت اینکه دولت زغال سنگ تصویه شده بین مردم توزیع نمیکنه چیه؟ علت از این که دولت قادر نشده تا سالهای گذشته که اینا حداقل بتانه یک کنترل و نظارت جدیتر را بالای کسایی که کسب و کارشان سوخت یا فروش مواد سوختی خصوصا سنگ زغال می باشد، که اصلا ما در افغانستان از نگاه تکنولوژی که نیاز است در این قسمت وجود نداره و سکتور خصوصی هم که در این قسمت کار میکنه اصلا توجه نداره به تصفیه از این سنگ که مورد سوخت قرار میگیره. دولت اعلام کرده که به چند واحد صنعتی هشدار داده و گفته که اگر که تخلفی صورت بگیره جریمه میکنه واحدهای صنعتی رو که از زغال سنگ استفاده میکنن. فکر میکنید که این تهدیدها، این جریمه کردنها چقدر میتونه مؤثر باشه در کاهش آلودگی هوای کابل؟ با تاسف باید عرض بکنم که این جرایم باید در سالهای قبل هم صورت گرفته و باید صورت میگرفت، ولی ما خودم شاید از این نیستم که ما توسط جریمه کردن ها بتانیم به شکل آنی و به شکل عاجل تغییر بسیار مثبت را در کیفیت هوای کابل باشیم. این عمل اگر ما من حیث یک رای حل در نظر داشته باشیم، وقتی که دولت اقدام کرده این وقت بسیار ناوقت است. ما فعلا در زمستان قرار داریم، در ساعاتی که شما به او اشاره کردیم اونجا مردم زندگی میکنند، به خاطر گرمایش دسترسی به یا بدیل دیگه وجود نداره که اونا بتونن خانه خود گرم بکنن. حداقل کار وقت مؤثر و مفید می بود که ما در بهار سال باید اقدام میکردیم، در تابستان اقدام میکردیم. متاسفانه ما منتظر شدیم وقت هوا سرد شد، ولی فعلا ما در زمستان هستیم. در این وقت اگر ما هر قدر ما جرایم محیط زیستی را عملی بکنیم و یا مسدود بکنیم، همچون ساعت را فکر میکنم بالای مشکل زیاد میشه و مشکل خودش کم نمیشه.
پیشنهاد شما چیه؟ به هر حال دولت کمیسیونی برای مبارزه با آلودگی هوا ایجاد کرده. فکر می‌کنید که اون کمیسیون چه اقدامات فوری باید انجام بده؟ اقدامات را که کمیسیون میتونه انجام بده ای است که فقط خصوصا در قسمت آگاهی عامه باید اینا جدیدتر و شدیدتر کار بکنن تا فرد از باشندهای شهر کابل و دیگر شهرهای کلان احساس مسئولیت بکنن و همکاری مردم را باید جلب بکنن تا بتانیم ما در کوتاه مدت شاید یک تغییر باشیم. ولی کمیسیون باید کارش مقطعی نباشه. متاسفانه در سالهای گذشته هم همچون کمیسیون ها ایجاد شده به شکل مقطعی کارهای خود را به یک مدت بسیار زیاد جدی پیش بردن و آهسته آهسته وقت هوا گرمتر شده رفت و بعد از او احساس کردن که چنال زمستان گذشت و فعلا دیگه نیاز نیست که مردم در خانه‌های خود از سوخت مواد فسیلی استفاده بکنن. بعد از او این مسئله فراموش میشه و بعد از او وقت دوباره به تیرما میرسیم یا به زمستان میرسیم، بعد باز دفعتاً همه دست پاچه میشن و با ایجاد کمیسیون ها میتونن به مشکل رسیدگی بکنه. این کار به نتیجه مثبت نمیده، ولی کمیسیون میتونه که کار خود را به شکل مستمر، به شکل دوامدار در طول سال ادامه بده. ادارات که مسئولیت دارند این قسمت با اونا جدیتر و از نزدیکتر کار صورت بگیره تا بتانن حداقل اگر ما امکانات از این را نداشته باشیم تا انرژی پاک را برای مردم مهیا بسازیم، حداقل شیوه ها و راهکارهای را روی دست بگیرند تا امی مواد فسیلی هم که استفاده میشه از راه ریزی یا نمو دوده که ناشی میشه یا انتشار پیدا میکنه حداقل اینا را کاهش بدن. این کارهای است که کمیسیون کرده میتونه، ولی به شکل مقطعی فکر میکنم هیچ چیز نمیتونن به دست بیارن. عبدالولی مدقق بود، کارشناس محیط زیست در کابل. و یکی از آخرین خبرهای سال 2019 این که رئیس سابق شرکت خودروسازی نیسان از ژاپن به لبنان فرار کرده. او که با اتهام سوء استفاده مالی روبروست با وثیقه 9 میلیون دلاری آزاد بود و مشخص نیست چگونه خودش رو از ژاپن که هیچ مرز خاکی نداره به لبنان رسونده. کشوری که قرارداد استرداد مجرمان با ژاپن نداره ولی گفته نمیخواد روابطش با ژاپن به هم بخوره. برنگ تاجین گذاشت. یکی از بهترین نمادهای ماهیت بین المللی اقتصاد جهان در چند دهه اخیر، کارلوس خوسن، مردی که در برزیل، لبنان و فرانسه بزرگ شد و رئیس بعضی از بزرگترین شرکت‌های جهان در 4 قاره مختلف بود، ولی حالا یک فراری است. حسن پاییز پارسال برای اولین بار به اتهام استفاده شخصی از منابع مالی شرکت نیسان و فرار مالیاتی دستگیر شد و 3.5 ماه را در این بازداشتگاه در ژاپن گذراند. بسیاری منتظر آغاز محاکمه او در سال 2020 بودند، ولی فرار را برقرار ترجیح داد و ظاهراً با یک جت شخصی به بیروت، پایتخت سرزمین اجدادیش لبنان، گریخت. حسین در بیانیه‌ای گفته: من دیگر گروگان نظام قضایی فاسد ژاپن نیستم. نظامی که در آن اصل بر گناهکاری است، تبعیض شایع است و حقوق بشر دریغ می‌شود. من از عدالت نگریختم، از ظلم و آزار سیاسی فرار کردم. او که با وثیقه 9 میلیون دلاری آزاد بود، هر 3 گذرنامه برزیلی، فرانسوی و لبنانیش را تحویل وکیلش داده بود. مردی که نمی‌داند موکلش چگونه از ژاپن گریخته. این اتفاق غیر منتظره بود. گیج و شوکه‌ام. شخصا نمی‌دونم چه شکلی باهاش تماس بگیرم. حسین پس از چند سال کار موفق در شرکت لاستیک سازی میشلن، سال 1996 به خودروساز فرانسوی رنو پیوست و 3 سال بعد پس از تشکیل اتحاد رنو نیسان به توکیو اعزام شد و نه تنها خودروساز ژاپنی را از مرز ورشکستگی نجات داد، بلکه آن را به سوددهی هم رساند. او از سال 2005 همزمان هم رنو را میچرخاند و هم نیسان را، و بعداً میتسوبیشی هم به این مجموعه اضافه شد. در همین سالها بود که شرکت رنو با پروژه ال90 و خودروی تندر دوباره به ایران بازگشت. وقتی آمریکا از برجام خارج شد، کارلوس خوسن به سهامداران رنو گفت که از ایران خارج نمی شود و تلاش می کند جایگاه رنو را در خودروسازی ایران حفظ کند.
ولی چه شد که این مدیر قدرتمند و پرنفوذ که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را هم در کنارش داشت از صدر به ذیل کشیده شد؟ این جوابی است که بهار امسال مدتی پس از آزادی از زندان داده بود. این یک دسیسه است. قضیه هرس و طمع یا دیکتاتوری نبوده. قضیه نقشه کشیدن، توطئه و از پشت خنجر زدنه. چرا این اتفاق افتاد؟ چون بعضی ها نگران بودند که همگرایی یا حرکت به سمت ادغام جایگاهشون رو یا خودمختاری نیسان رو تهدید کنه. این عمارت صورتی در یکی از شیک‌ترین محله‌های بیروت متعلق به کارلوس خوسن است. او زمانی به این کشور فرار کرده که لبنان درگیر یک بحران سیاسی داخلی است. لبنان، ژاپن و فرانسه سال نو را با یک بحران دیپلماتیک بر سر مردی چند ملیتی شروع می‌کنند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. دهه که گذشت دوران سلطه ابرقهرمان‌ها بر پرده‌های سینما بود. یک روز به پایان این دهه میلادی اگر حوصله‌تون از فرمانروایی مردان آهنی و عنکبوتی و خفاشی بر گیشه‌های سینما سر رفته و دنبال چند فیلم خوب می‌گردید، این گزارش بعدی رو از دست ندید. از بیانیه تند کارگران تیغ به دست کره‌ای در باب سرمایه‌داری تا خاطرات ناگفته آدمکش ایرلندی. این شما و این حسین شریف با 5 پیشنهاد سینمایی از سال 2019 که تا چند ساعت دیگه پارسال میشه. چیزی تا پایان این سال و این دهه میلادی باقی نمونده و اگه این چند وقت فرصت نکردین فیلم خوب تماشا کنین، میتونین یکی از این 5 پیشنهاد سینمایی ما رو انتخاب کنین و آخرین ساعت‌های این دهه پرماجرا رو با یک فیلم خوب سر کنین. اولین پیشنهادمون فیلمی است آهسته و پرحوصله از استاد ساخت فیلم‌های طولانی، یک زندگی پنهان ساخته ترنس مالیک که داستان واقعی کشاورز ساده‌ایه که هر کاری میکنه نمیتونه خودش رو راضی کنه با ارتش هیتلر همکاری کنه و در مقابل نازی‌ها ساکت باشه. یک زندگی پنهان فیلم قاب‌های عریضه و آدم‌های ساکت و دشت‌های بی انتها و همسران نگرانی که هر وقت صدای زنگ دوچرخه پستچی به گوش میرسه با اضطراب و در انتظار نامه فراخوان به جنگ سرشون رو بلند میکنه. عظمت یک زندگی پنهان در سادگیشه. در پایان نه خبری از حماسه است، نه از خونخواهی و اثبات بیگناهی. فقط پایان ساکت و فریاد خفه شده ای کشاورزی بینام که بی هیچ سلاحی در دست جلوی ارتش هیتلر می‌ایسته. پیشنهاد دوممون فیلمیست نبوغامیز که 12 برابر بودجه 20 میلیون دلاریش فروش کرد. ما اثر جردن پیل، داستان خانواده 4 نفری به ظاهر دوست داشتنیه که یه روز در خونهشون رو باز میکنن و میبینن که 4 نفر پشت در ایستادن که درست آینه و شبیه خودشونن. اول با صاحبان اصلی خانه همزادپنداری میکنین و نگران این که بلایی سرشون نیاد، ولی بعد یواش یواش به همه چیز شک میکنین، به مرز بین قربانی و متجاوز، به این خانواده دوست داشتنی و به آمریکایی که کیلومترها تونل و دالان متروک و رها شده رو زیر خاکش پنهان کرده. سومین پیشنهادمون از اون فیلم‌هایی که سال‌ها و دهه‌ها منتظرش بودیم. در نیم قرن گذشته اسکورسیزی و آلپاچینو هرگز با هم در یک فیلم کار نکرده بودن. خوشبختانه هیچ کدوم اهل بازنشستگی نیستن و بالاخره امسال با فیلم ایرلندی این طلسم شکست. فیلم داستان روزهای آخر زندگی تبهکاری در خانه سالمندانه. به روایت کارگردان و بازیگرهایی که کم کم به پایان حرفه طولانیشون نزدیک میشن و به گذشته فکر میکنن و به حرفهایی که برای زدنش فرصت زیادی باقی نمونده. شاید مسیر حرفه کمتر کارگردانی به اندازه کارگردان چینی ژانگ ییمو پیش و خم داشته. او با فیلم‌های مستقل و حضور در جشنواره‌های اروپایی مشهور شد و بعد جلوی چشم‌های حیرت زده طرفدارها شروع کرد به ساخت فیلم‌های رزمی متفاوت و حالا بعد از تلاش ناموفقش در هالیوود برگشته به همون سینمای رزمی افسانه‌ای، این بار با فیلمی به اسم سایه. اگر رنج دیالوگ‌های طولانی و دعواهای سلطنتی فیلم رو به جون بخرین، پاداشش تماشای بازی ژانگ ییموس با نور و سایه و تعدادی از چشمگیرترین سکانس‌های رزمی امسال. و آخرین پیشنهادمون یکی از بهترین فیلم‌های سال، انگل ساخته بونگ جون هو که نخل طلای کن رو برد، بیش از 125 میلیون دلار فروش کرد و پرفروش‌ترین فیلم خارجی امسال در آمریکا بوده. الان هم دندون‌هاش رو برای اسکار بهترین فیلم خارجی تیز کرده. انگل داستان خانواده‌ای فقیره که به قصد کلاهبرداری با 1000 دوز و کلک به خانه یک خانواده ثروتمند راه پیدا می‌کنن، ولی اونجا ناخواسته از اسراری پرده برداری می‌کنن که براشون نه راه پیش باقی می‌گذاره و نه راه پس.
بونگ جون هو در مصاحبه با فرش قرمز گفته بود من اصولاً آدم جدی نیستم و ترجیح میدم شما رو بخندونم و در حالی که میخندین چاقو رو از جیبم در بیارم و رگ گردنتون رو بزنم. و خب با چنین کارگردانی بهتر موقع تماشای فیلم چهار چشمتون رو باز کنید. حسین شریف، بی بی سی. با این گزارش به آخرین 60 دقیقه سال 2019 میلادی رسیدیم. اگر که شما هم سال نو میلادی رو جشن میگیرید بهتون تبریک میگم. ممنون از همراهیتون. فعلا شب خوش.